روز تشییع جنازه بابا میادم میاد. اون موقع ها کوچیک بودم و مفهوم مرگ رو نمیدونستم. بعد از مرگ بابا یهو بزرگ شدم. حس میکردم موهام خیلی بلندتر شده. اون موقع فهمیدم که درد آدم ها رو زود بزرگ میکنه و همه چی یه روزی تغییر میکنه. فقط نتونستم حدس بزنم که دوری پدر چجوریه. نبودنش رو فراموش نمیکنم. خدا میدونه قلبمون چقدر مشتاق پر کردن جاهای خالیه. جاهای خالی که با اومدن یه دوست جدید پر میشه. وقتی این دوستا میرن دردامون بیشتر میشه. شما خوبین مامان؟ اصلا همچین زن بی آبرویی ندیده بودم. یه جوری رفتار میکنه انگار صاحب مجلس اونه. تو میدونی دنیز، اگه جلوشو نمیگرفتم اون زن جنازه رو دفن میکرد. 40 بار به هم زنگ زد، دنیز نیومده، ساعت چند میاد، هنوز حرکت نکرده. انگار دردی که داره میکشه از درد ما بیشتره. بس ماما، بابا ما از دست دادم، درکم کن. من اصلا نمیدونم شما با اون زن چه مشکلی داری. رفتن عمو صالح تو زندگیمون یه جای خالی باز کرد و یه بی‌نظمیایی به وجود اومد. خدا میدونه این جای خالی رو چجوری میتونیم پر کنیم. چطوری دنیز؟ تسلیت میگم داداش. ممنون. دخترم چطوری؟ خوشگلم، عزیزت دلم. فیزی، یعنی دفنش کردن زیر زمین. خودت میدونی که تنهایی خیلی سخته. مهلا چون حامله ای چیزی بهت نمیگم. بیچاره مرد دیگه، حالا تنها باشه چه فرقی میکنه؟ درست نمیگم. زندگیم خیلی عجیبه. یکی میمیره، یکی هم به دنیا میاد. اما من عمو صالح رو هیچ وقت فراموش نمی کنم. اون آدم خیلی خوبی بود. آره، آدم خیلی خوبی بود. بعضی وقت از دستم عصبانی میشد، ولی مرد صادقی بود. انشالله که جاش تو بهشته. آمین. ولی میدونی که مرگ حقه عزیز دلم. بی خودی نگفتن هر روز حتما یه شبم دنبالش داره. ما باید به فکر آینده باشیم. یعنی چی فیزی؟ چی یعنی چی مهلا؟ وقتی با مادرت حرف زدی اینم بپرس که با پولات چی کار کرد؟ چون برنده شده بودم خیلی خوشحال بود. میترسم یه وقت آرزوهامون با خاک یکسان نشه. ازش بپرس. باورم نمیشه فیزی، حال و روزمونو نمیبینی؟ داری به پول فکر میکنی؟ چون ما هنوز نمردیم مهلا. خودت میبینی خدا رو شکر هنوز زنده ایم. تا وقتی هم که زنده ایم فقط باید به آیندهمون فکر کنیم عزیز دلم، درسته؟ چندین بار گفتم فیزی، مامانم اون پولا رو ریخته تو حسابش، منتظره تا ملک حالش بهتر بشه. بیچاره آبجی ملک معلوم نیست چه حالی داره. خب بایدم ناراحت بشه. به خدا یکی ندونه فکر میکنه که اولین بار این اتفاق براش افتاده. دختر 18 ساله که نیست. ماسال جون بیا پیش خود. اگه پیش این فیزی فریب کار بشینی تو هم حتما مثل اون میشی. میبینی؟ این نه به مرده و نه به زنده احترام میذاره. عصبانی نشو عزیز دلم. انشالله تو هم به زودی بچه‌مونو میگیری تو بغلت. اگه از همین حالا آمادگی بگیری خیلی بهتره، چون بایدم این کارو بکنی. اینطور نیست مثلا؟ تو فقط کافیه با مادرت حرف بزنی، بعدش همین که اون پولا اومد تو جیبمونو پول دار شدیم، اون
موقع به همه آرزوهامون میرسیم محلا. محلا خواهشن این کارو بکن. به خدا قسم قول میدم یه قصر بزرگ بخرم و اونجا با هم زندگی کنیم. اگه دختر باشه چی فیزی؟ خوبه، اونم مثل یه مرد بزرگش میکنیم محلا. ای وای فیزی، از دست کارای تو منم مثل تو شدم. اونا تو چه غم بزرگی هن، منو تو داریم میخندیم. بس استغفر الله عزیز دلم، پشت سر مرده میگن خنده اصلا خوب نیست. آی فیزی بس دیگه، کچول مچول ببین خاله محلا داره چی میگه. خداحافظ همسفر زندگی، خداحافظ. این بچه که باید همه چیز شرکت رو تحویل میداد، ولی دو روز اصلا ازش خبری نیست. خاک سپاری آقا ساله امروز بوده، گفت بعد خاک سپاری میام شرکت. به نظرم هنوز به خانومش نگفته که بی پول شده ره. فکر کنم قرارم نیست بهشون بگه. منو ببین، به بهونه این جنازه این دوتا با هم عروسی نکرده باشن. امکان نداره آقا، من حواسم بهشون بود. همسایه روبروی یاسین خانم فوت کرده، فکر کنم نسبتی هم باهاشون داشته، واسه همین عروسی رو به تعویق انداختن. پس از این موقعیت استفاده میکنیم. تو یه جوری هماهنگ کن که من بتونم آسین رو ببینم. حالا که مرد پسرم به حرفام گوش نمیده، من باید با آسین حرف بزنم. حتما آقا سلیم، با اجازتون. تسلیات میگه. ممنونم. تسلیات میگه. خیلی ممنون. تسلیات میگه. تسلیات میگم ملکه خانم. خیلی ازتون ممنونم. ساله آدم خیلی خوبی بود، متاسفانه خیلی زود از دنیا رفت. بازم تسلیات میگم. اگه متوجه شده باشی فکر کنم دارن واسه عروسی آماده میشن. وقتی دخترها حرف میزدن شنیدم، فکر کنم تاریخشم مشخص کردن. اصلا تعجب نکن. این خانواده فقیر حالا که یه دوماد پولدار پیدا کردن، به خاطر به دست آوردنش هر کاری میکنن. ایلول خواهشان دست از سر آسین بردار. تو چی داری میگی آرکان؟ اون دختر به همه گفته من به پلیس خبر دادم. نکنه تو هم حرفشو باور کردی؟ ایرول به نظرت الان وقت این حرفاست؟ باورم نمیشه آرکان. حتی شوهرم هم به همه اعتماد نداره. نکنه تو به اون زن بیابرو اعتماد داری؟ آره؟ ایرول دنیز کجاست؟ فکر کنم رفت. تو فکر میکردم میخواد با هم حرف بزنه. من نمیدونم حالا باید چی کار کنم. اپک وسایلشو چی کار کنم؟ چی دارین میگین مامان؟ حالا روزتونو ببینین، هنوزم نگران دنیزیم. بس کنین دیگه، بذارین هر کاری که دلش میخواد بکنه. به ما چه ربطی داره ها؟ خب نگرانشم اپک، اونم خیلی ناراحته. تو باید بیشتر از من اونو درک کنی. حالا روز ما رو ببین، الان وقتشه به هم کمک کنیم واسه زخماش مرهم بشیم. دنیز الان
دست من امانته. ساله دنیز، مامان لطفا حالا چی کار کنیم دنیز؟ تو راحت مشخص کردی، برو به زندگیت برس، ولی هیچ وقت نمیبخشمت. دنیز تو چی داری میگی؟ همش تقصیر تو اوزگور، پدرم به خاطر تو مرد، فهمیدی؟ اگه ولم نمیکردی و من با عجله نمیرفتم آمریکا، الان پدرم حتما زنده بود. دنیز لطفا اینجوری حرف نزن، آقا صالح مثل پدرم بود. واسه تو که آسونه اوزگور، هر جوری شده واسه خودت یه بابا پیدا میکنی. تو کمتر از 3 سال بود که میشناختیش و بهش میگفتی بابا، ولی من برای من اصلا آسون نیست به هر کسی بگم بابا. خواهش میکنم دنیز انقدر بیرحم نباش، من بابا تو خیلی دوست داشتم، لطفا اینجوری نگو. دنیز بس دیگه، میدونم ناراحتی، درکت میکنم، ما هم به اندازه تو ناراحتیم. از اینجا برو، دیگه برام هیچ اهمیتی نداری، گم شو. دنیز بیا بریم داداش. زیاده روی میکنی، دنبال درد سر نگر، بیا. بس کن ازگور، اون حالش خوب نیست، درکش کن، منظور بدی نداشت. منم وقتی پدرم مرد همچین حالی داشتم، آدم یهو کنترلشو از دست میده، نمیدونه باید چی کار کنه. منم بابا صالحو از دست دادم، اون مثل پدرم بود. میدونی اون همیشه همه چیزو به هم یاد میداد، حالا نمیدونم چی کار کنم، به کی تکیه کنم. من نمیدونم، شایدم حق داره، شایدم همه اینا تقصیر منه. ازگور چرا داری اینجوری میگی آخه؟ آدم وقتی ناراحته نمیفهمه چی کار میکنه و چی میگه، اونم الان حالش خیلی بده، خودشو مقصر میدونه. این مرگه، حقیقتی که هیچ چاره ای هم نداره، هر کاری میکردی نمیتونستی تغییرش بدی. تا حالا پدرتون رو از دست دادی؟ من امروز از دست دادم، نابود شدم، نابودم کرد، اصلا باورم نمیشه. ساله مثل پدر خودم بود، دیوونه شدم. جمال سریا چه خوب گفته داداش ساله، من تو رو خیلی دوست داشتم، وقتی رفتی حس کردم دوباره پدرم رو از دست دادم. تو زندگیم بازم تنها شدم، آخرین بار ناراحتتون کردم. چه چیزایی که بهتون نگفتم، خیلی ناراحتتون کردم. من هیچ وقت خودم رو نمیبخشم، امیدوارم شما منو ببخشید داداش ساله. اومد، بیا دیگه، بیا پسرم، بیا عزیزم. عزیزم میشه تو با خاله ملکه بری خونه؟ من تو شرکت یه کمی کار دارم، باید با پدرم حرف بزنم، بعدن میام. ببینم مرد چیزی شده؟ نه، چرا اینو پرسیدی؟ چند روزه نمیری شرکت، این چند روزم یه جور دیگه ای. تو با پدرت مشکلی داری؟ نه مشکلی نیست که حل نشه، تو به اندازه کافی خسته ای، نمیخواد نگران باشی. مرد میدونم خونه نمیری. تو اینو از کجا میدونی؟ چند روزه فقط همین پالتو تنته، فقط پیرهنتو عوض میکنی، انگار این پیرهنتو تازه خریدی. آدم دقت کنه خیلی خوب میفهمه، هیچی ازت پنهون نمیمونه، هم خوشگلی و هم زرنگ. مرت مشکل منم؟
تنها دارایی زندگیم فقط توی عزیزم. مرت لطفاً با این حرفا منو گول نزن. میدونم مشکل منم. من شب میام خونه، اونجا حرف میزنیم. تو نگران نباش، من همه چی درست میکنم. سلام آقا کرم. چرا اینقدر زنگ میزنید؟ گفتم که تو تشی جنازه ام، فرار که نمی کنم. به پدرم بگین چند دقیقه بعد میام شرکت، میام و همه چیزو بهش تحویل میدم. شما هم هرچی زودتر استعفای منو آماده کنین، میام و امضا میکنم. نمیخوام آسینو تنها بذارم. پدرم هرچی میخواد فکر کنه. من تصمیم خودمو گرفتم. آرکان دارم هی صدات میکنم اما تو نمیشنوی. ببخشید دیلو. باشه، اینجا تاکسی گیرمون نمیاد، باید تا خیابون پیاده بری. باشه پس بریم. بعد از اینکه اینو امضا کردم دیگه هیچ وقت پامو تو این شرکت نمیذارم. آقا مرد یکم فکر کنین، چقدر زحمت کشیدین، حالا با یه امضا میخواین از خانوادتون، از پدرتون و همه ای آیندتون بگذرین؟ اون زن ارزششو داره؟ آقا کرم شما تا حالا عاشق شدین؟ البته که شدم آقا مرد، ولی به نظرم این به عشق هیچ ربطی نداره. همه چی رو، هر چیزی که دارین رو با یه امضا از دست میدین. مهمتر از اون خانوادتون از دست میدین. پس شما حتما به اندازه من عاشق نبودین آقا کرم. بفرمایید، تموم شد، خسته نباشید. ممنونم. چی شد پسرم؟ بدون خدافظی میری؟ ما قبلا حرفامون رو زدیم بابا. باشه، الان عصبانی، درکت میکنم، ولی بالاخره میفهمی حق با من بوده. میدونم قبول نمیکنی، ولی این دختر تو رو به خاطر خودت نمیخواد، به خاطر اینکه بابای بچهش باشی و به خاطر آینده خودش میخواد باید باشه. میدونم الان متوجه منظورم نمیشی، چون الان عشق واقعا کورت کرده، اما وقتش که رسید همه چی رو میفهمی پسرم. من فقط و فقط سعی میکنم از شرکت و خانوادم محافظت کنم. بس دیگه، شما بدونین خیلی دارین زیاد روی میکنین، شما نمیشناسینش. به هدفتون رسیدین، پس اجازه بدین بعد از این من راه خودم رو برم. من چهره واقعی اونو نشونت میدم، بالاخره میفهمی حق با من بوده. این خونه چی میشه ملکه؟ با دنیزم که حرف نزدی، مسئولیت این خونه رو تو میگیری یا دنیز؟ مامان شما دارین چی میگی؟ معلومه که خونه مال دنیزه، من اصلا به فکر این چیزا نیستم. این خونه اصلا دردامو کم نمی کنه. راست میگی دخترم، منظور بدی نداشتم. میگن وسایلش نباید زیاد تو این خونه بمونه. میخواستم بدونم برنامه چیه؟ نمیدونم مامان جون. دنیز قبل رفتنش حتما میاد خونه. خاطرات باباش اینجاست. وقتی اومد باهاش در این مورد حرف میزنم، دیگه نمیتونم رو پاهم وایستم. یالا شما برین تو، من میام. برین تو. منم باهات بیام مامان. نه دخترم. این حرف خیلی بدی زدم، بیچاره خیلی ناراحته. من احمقو ببین، عجب سوالی پرسیدم به خدا. مامان بزرگ شما که منظوری نداشتیم. ساله
عزیزم، قرارمون این نبود. دنیز جون، ببین میخوای منم باهات بیام؟ ببین هنوز درسات شروع نشده، دانشگاه تو ول نکن پسرم، هر دومون با هم میریم لس آنجلس، همه جا رو میگردیم و کلی تفریح میکنیم. فکر کنم مراسم ادا خانوم رو فراموش کردین یاسمین خانم. چجوری میخواین برین؟ ولی اگه دنیز میخواد باهاش برو. دنیز الان دیگه جوون شده، بزرگ شده. همیشه که نباید مادر بالا سرش باشه، مگه نه؟ اینطور نیست؟ نه پسرم؟ میشه ماشین رو نگه داریم. من خودم بعدم میام، میخوام چند ساعت تنها باشم. دنیز صبر کن، میخوای منم باهات بیام پسر؟ ای بابا، بهتره راحتش بذاری. وقتی گفت میاد میاد دیگه. اون چیه اوزگار؟ این وقت شب کجا میری؟ یه کار مهم دارم، میرم و زود برمیگردم. الان خیلی دیر وقته اوزگار، هر کاری داری فردا انجام بده. مامان، به اندازه کافی حالم خوب نیست. اصلا حالم خوب نیست مامان. کارم رو تموم میکنم و برمیگردم، باشه؟ هیچ وقت از دریا نترس، از طرف بابات. خداحافظ بابا، با این که نیستی ولی همیشه کنارمی. مامان جون، دوباره تنها شدیم دخترم. اینجوری نگین مامان،
یادت اومده بودیم اینجا دست هر کیو میگرفتم عصبانی میشدی. جز تو هیچ کسی رو نداشتم. ولی الان ما یه خانواده بزرگیم. با غم و با خوشحالی ها. یه خانواده خیلی بزرگیم مامان. راست میگی. اگه ساله همینجا بود همین حرفا رو میزد دخترم. به هم میگفت همیشه بخم. اما من قدرشو ندونستم. هیچ کس به اندازه اون منو درک نکرد. همیشه به هم کمک میکرد. همیشه دختر. راست میگی. همیشه عصبانی میشدی. دلم واسه اون روز تنگ شده. عصبانی میشدم آره. اما دوباره آشتی می کردی. بنده خدا چیزی نمی گفت. می گفت حق با تو. می گفت خیلی بد اخلاقی. خیلی. بازم تو این شهر تنها موندی. خیلی تنها. به نبودنش چطوری عادت کنم؟ چطوری؟ ماما سخت. خیلی سخته دخترم. بابا ساله، میدونم که اینجا اینو دارین گوش میکنی. اگه نخواسته ناراحتتون کردم منو ببخشی. ببینی این واسه شماست، واسه شما و تمام خوبیاتون. واقعاً که خیلی بیشعوری. مگه تو نگفتی ما الان دیگه یه خانواده ایم؟ نمیتونم اجازه بدم. خصوص بهتت کرده. خصوص باز چی میخوای؟ من اومدم تا با هاتون حرف بزنم. نیومدم این خونه رو کرایه بگیرم چون من خودم صاحب خونه‌ام. سودا
sus ve tat ve kalbim. Uysuz ve tat ve kalbim. دو روز بعد معلوم نیست زنده بودن سخته یا مردن خاله ملکه. زندگی دیگه به یه شکل پیش نمیره، ولی زندگی ادامه داره. معلومه چی داری میگی فیزی؟ میدونم ناراحتین، درکتون میکنم، ولی گفتم زندگی ادامه داره. یعنی این دنیا خیلی نامرده، ولی شما باید به فکر آیندهتونم باشین. واضح‌تر حرف بزن ببینم منظورت چیه. شما آدم خوبی هستین ملکه خانم. با یلدیز خانم قبل اینکه پولا رو خرج کنه حرف بزنین. هرچند من به محلو گفتم، ولی اونو که خفه شو. اگه به احترام صالح نبود با این کفش میزدم تو سرت. نمیگی اینا ناراحتن؟ نمیگی اینا عزادارن؟ به خدا تو با این کارات همه رو کلافه کردی. اگه من اینقدر تلاش دارم به خاطر خودم نیست که. تو رو خدا یه بار گوش بده، میگم یه مغازه خوب پیدا کردم. اگه میخواین یه بار بیاین ببینین. اگه خوشتون اومد که خوب، اگه خوشتونم نیومد من دیگه حرفی نمیزنم. مغازه خیلی بزرگیه، حالا دیگه شما پول دار شدین، کرایه‌اش هم زیاد نیست. به خدا مغازه خیلی بزرگ و خوبیه. اگه 2000 لیره هزینه کنیم قول میدم یه سوپرمارکت خیلی عالی بشه. راستش همین که کارمونو شروع کنیم خودتون میبینین که چقدر مشتریامون زیاد میشه. تموم شد؟ آها. باشه، من با مامانم حرف میزنم. حالا دیگه دست از سرم وردار. ممنون آبجی. به اون خاله یلدیزم بگین که اگه به فکر خودش نیست به فکر نوش باشه. من فقط با این حقوقم که نمیتونم هزینه محلا و نوش رو بدم، و اگه نوشم مثل محلا باشه منو زنده زنده میخوره. به خدا میمیریم و بیچاره میشیم. زود باش برو پی کارت، وگرنه بهش نمیگم. ساکت شدم. انگار خدا خیلی دوست داره عزیزم. خدا رو شکر بالاخره تونستم حرفمو بهش بگم. اینجا که دو تا خونه بود، یکیش اینجاست، یکیشو چند وقت پیش فروخت، ولی تو ترابزون یه خونه خیلی قدیمی دیگه هم داره. دو واحد آپارتمان با چند هکتار زمین. خب به نظرتون من باید الان چیکار کنم؟ برم با زنش حرف بزنم؟ به نظرم الان زوده، الان لازم نیست کاری انجام بدین. میترسم یه وقت شکایت کنن، اینجوری همه چی خراب میشه. باشه. دنیز جون میدونم خیلی ناراحتی، چند روزی بگذره فراموش میکنی، ولی دنیز امروز تو باید خیلی قوی باشی، فهمیدی؟ این یعنی تو نباید همه مال و اموال بابا تو بدی دست اون زن. بذار موضوع ارث و میراث حل بشه، بعد میتونی بری پسرم. نمیخوام بیشتر از این اینجا بمونم ماما. باشه فهمیدم. من امروز میرم پیش وکیلم، وکالت تو بده به من. تا وقتی تو اینجایی من از همه حقوقت دفاع میکنم. باشه؟ تو باید کاری که میگم و بکنی پسرم. باشه ماما، نیازی نیست دوباره تکرار کنید. یالا حالا بریم دیگه. گفته بودم قبل از این که بیای زنگ بزن. دلتنگ دخترمم، خودت میدونی چند روزه که ندیدمش. اگه اجازه بدی میخوام چند دقیقه ببرمش بیرون. اگه اون زن باهات باشه اجازه نمیدم. اگه دلتنگشی پس یه وقت مناسب بیا خونه و اینجا ببینش. وقت مناسب؟ منظورت اینه هر موقع تو بهم اجازه بدی؟ نه نه آرکان، هر موقع بیکار بودم و کاری نداشتم. چند دقیقه دیگه مرت میاد و ما میریم بیرون. خب میخواین کجا بریم؟ یعنی ماسال هم با خودتون میبرین؟ آره، ماسال، مرت و من میریم واسه عروسی یه هتل ببینیم. چون واسه عروسی خیلی عجله داری، طبیعیه که چیزی ندونی. از این خانم تو میخوای به من چی بگی؟
اینو از من نه آسین، از شوهر آیندت بپرس ببین حقیقتو بهت میگه یا نه. این که میگن کمال همنشینی اثر میکنه راست بوده. فکر میکردم فقط الول این حرفا رو بلده، ولی میبینم تو هم مثل اون شدی. قبل اینکه قضاوت کنی یه بار برو از مرد بپرس. تو هم به جای اینکه با من حرف بزنی برو مراقب خانومت باش. فکر میکنم یادت رفت عروسی کردی و متأهلی. آسین نیازی به این کارا نیست مرد جون. هم من هم مردم تو و خانوادتو خوب میشناسیم. فقط تو این شرکتو تا به اینجا رسوندی، یعنی باعث پیشرفتش شدی. ببینم حالا چرا میخوای از صفر شروع کنی؟ ببخشید. میخوام یه زندگی جدید شروع کنم، یعنی میخوام توی شرکت جدید کار کنم و بیشتر تجربه کسب کنم. خب ببینم شما موافقین که با هم دیگه کار کنیم؟ مرد جون خودت که میدونی نمیتونم تو رو به عنوان یه کارمند معمولی استخدام کنم. تو بخش رهبری هم جای خالی نداریم. معذرت میخوام. باشه، نیازی به معذرت خواهی نیست سلیمان. راحت باش و بگو اگه اینجا استخدامت کنم حتما پدرت ازم ناراحت میشه. تو که منو میشناسی مرد، اگه میتونستم حتما این کارو میکردم. خودت که میدونی منم یه کارمند معمولیم. باشه باشه، خداحافظت. خداحافظ مرد. وضعیت ما رو ببین، مادر زنم پولدار میشه ولی من هنوز چشمم به جیب بقیه است. به خدا اصلا روم نمیشه از کسی پول بگیرم. بگذاریم، نمیشه آدم ها رو به این زودی شناخت. واقعا بد زمونی. اینو ببین، حتی وقتی که خوابه بازم تلویزیون روشنه. حداقل وقتی خوابی خاموشش کن دیگه. این بوی چیه؟ وای خدای من. من چقدر زحمت میکشم ولی زنم همه رو برباد میکنه. تو مادرت منو بدبخت کردین. مهلا زود باش بیا، آتیش گرفت. یلا زود باش بیا. وای خدایا مهلا، مهلا بیا، همه چی سوخت و با خاک یکی شد. صبر کن من باهات کار دارم. پاشو دیگه مهلا. لعنت سی مهلا، وقتی یه کاری رو شروع میکنی باید حواستو حسابی جمع کنی دختر. مهلا حالا من اینو چی کارش کنم؟ بخورمش یا بندازمش دور؟ من اینجا فقط به آیندم فکر کنم. خاله یلدیز همه ی پولا رو بگیره، زنم هم پولامو اینجوری برباد کنه. اوه این چه زندگیه که دارم. مهلا عزیز دلم پاشو دیگه، شاید گشنت شده باشه، برات شیرینی آوردم. یالا چشاتو باز کن. از کجا فهمیدی که گرسنه‌ام فیزی؟ از بوی سوختگی و دودش فهمیدم که گشنته. ببین با این شیرینی چی کار کردی؟ فیزی اینو بندازش دور، داره حالمو بد میکنه. چرا عزیزم؟ نکنه از شیرینی سوختگی که پختی خوشت نیومد؟ آی فیزی تو چی میگی؟ یعنی واسه این بیدارم کردی که اینو بخورم؟ آره تو آروم همینجا بخواب، من مثل قهرمانا بیام و زندگی تو نجات بدم. تازه مقصرم منم. اگه از الان بخوای این کارا رو بکنی به خدا قسم که بیچارم میکنی. برو کار کن دخترم، ولی دستتو پیش کسی دراز نکن. خدا رو شکر محتاج کسی نیستیم. چیزی که من دارم مال توه. تا که زنده ام کنارتم. ممنونم مامان جون. خودتون میدونین نیت من شریک شدن تو میراث صالح نیست. میخوام با دنیز حرف بزنم، حرفامو بهش بگم. نه شما در مورد پیشنهاد فیزیم یکم فکر کنین، به نظرم خوبه مامان. البته اگه شما قبول کنین دوباره شرکت رو را میندازیم، آروم و راحت کار میکنیم.
نمیخوام به اون احمق اعتماد کنم. من با این پول میخوام کارای دیگه ای کنم. چی شده مامان؟ نکنه میخواین یه چیزی بخری؟ اپک ملکه حاضره. ببین مرت امشب نمیاد. زنگ زدم جواب نداد، شاید تو جلسه باشه. میتونست رانندهشو بفرسته. فکر کنم ماشینش خراب شده، چند روزه با تاکسی میاد و میره. دخترم تو میخوای با این پسر ازدواج کنی؟ ازش بپرس، شاید مشکلی چیزی داشته باشه، شاید ناراحته. نباید اینجوری دست رو دست بذاری که حالا شما دیگه نامزد شدین. زنگ بزن به شرکتش، ازش بپرس بالاخره میاد یا نه. مامان بزرگ وقتی خودش بیکار شد زنگ میزنه دیگه. خب باشه، پس همینجوری بازم منتظرش میمونیم. مگه قرار نبود دخترم واسه عروسی یه تالار انتخاب کنید؟ پس باید خیلی زود خودشو میرسوند. ما که چیز زیادی از اون پسر نمیخواستیم، ولی حواست باشه دخترم، عروسیت باید خیلی آبرومندانه برگزار بشه. شما که عروسی میکنین، ولی ما با پدر و مادر اون آشنا نشدیم. آه باشه، فهمیدم. روز بخیر، من آسینم. میشه گوشی رو بدین به مرد؟ نمیشه، چون آقا مرد از شرکت اخراج شدن، اونم به خاطر شما. یعنی چی؟ چون با تو رابطه داشت آقا سلیم اخراجش کرد، فقط به خاطر تو این بلا سرش اومد. باشه، خیلی ممنونم. چی شده دخترم؟ چرا یه رنگت پرید؟ چیزی نیست مامان بزرگ، راستش زنگ زدم مرد تو جلسه بود. من به خاله ملکه میگم منتظر نمونه، فردا با هم دیگه میریم. من تا ماهی فروشی میرسونمت. چرا بازم لش میکنی ازگر؟ به زودی درسات شروع میشه، کارو بی خیال درساتو ادامه بده، به پولش که نیاز نداریم. اوف مامان، شما چرا درکم نمی کنین؟ من فقط به خاطر پول اونجا کار نمی کنم، می خوام حال و هوا عوض بشه، همین. اون احمق کجاست؟ چیه؟ چی کار داری؟ محمد به خودت بیا. بی حیا، آبرومو بردی. چی کار داری میکنی؟ اصلا میدونی مردم دارن پشت سر چی میگن؟ تو دیگه از مادرم جدا شدی، به چه حق این کارو میکنی؟ تو دخالت نکن، تو بودی که زندگیمونو خراب کردی. از روزی که به دنیا اومدی مصیبتامون بیشتر شد. چون تو یه آدم ترسو و بی‌مسئولیت بودی محمد. حالا اومدی جلوی دخترم دست رو من بلند میکنی؟ سلدا، یه بار دیگه با اون احمق ملاقات کنی، فهمیدی؟ خودم پدرتو در میارم. گم شو وگرنه به پلیس زنگ میزنم. حرف نزن، دهنتو ببند. منو ببین، تو هم حواستو جمع کن، وگرنه خیلی واسط بد میشه. برو گم شو، گم شو، گم شو، برو. مامان، شما خوبین مامان؟ خوبم، خوبم مامان. تو رو خدا، لازم نیست چیزی رو از من پنهون کنی. من که میدونم شما همیشه غماتون رو ازم پنهون میکنین. من که خوب میشناسمت دیگه. این که اولین طوفان نیست دخترم. این زمستونم هر دوتامون تنها مونده. راستش نمیدونم باید چی کار کنم، اما قبل از اینکه بیفتم باید وایسم. ممنونم که تو با هم، ممنونم که هستی. من خیلی ازت انرژی میگیرم. خدا رو شکر هستی. میشنم. سلام اپک، چند روزی که اصلا نمیای دانشگاه، نگرانت شدم. خوبی؟ سعی میکنم خوب باشم. نر خیر باشه، نکنه به خاطر جدا شدن از بارش ناراحتی. نه نه، عمو صالح رو میشناختین مگه نه؟ ما اونو از دست دادیم. آره فوت کرده. چند روز خیلی به هم ریختم، واسه همین نیومدم دانشگاه.
راست میگی، منم خیلی ناراحت شدم. خدا رحمتش کنه. خیلی ممنون. هرچند وقتش نیست، ولی واسط یه خونه خوب پیدا کردم. تو سنم اینا رو میشناسی نه؟ آره. همین که بهم گفتن دنبال هم اتاقی میگردن، منم بهشون گفتم من با ایپک حرف میزنم و خبرشو میدم. خیلی خوشحال شدن. فاصله اون خونه از دانشگاه 10 دقیقه است. گفتن اگه میخواد فقط زودتر بیاد. خونه خیلی خوشگلیه. از طرفی سنم و بانو رو میشناسی، دخترای خیلی خوبین. از این که به فکرم بوده خیلی ممنونم نرگس، ولی من کلا نظرم عوض شده. من از این به بعد نه خونه و نه اتاق میخوام. من میخوام با مامانم زندگی کنم. تصمیم خیلی خوبی گرفتی، کار خیلی خوبی انجام دادی. منم با سنم اینو حرف میزنم. دانشگاه که اومدی میبینمت عزیزم. خدافظ نرگس. راستش خیلی خوشحالم کردی، اما نمیخوام به خاطر من این کارو بکنی. خیلی زود عادت میکنم. وقتی عادت کنم و بری برام خیلی سخت‌تر میشه. شایدم دیوونه بشم. تا دانشگاهم تموم بشه میخوام با شما زندگی کنم مامان. از آینده خبر ندارم. خب اگه نمیخواین که برم. آی من که این حرفو زدم. نه مامان جون. من این تصمیمو بدون فکر نگرفتم. چند روز بهش فکر میکنم. وقتی اومده بودیم اینجا تو همیشه بهم کمک میکردی. گاهی اوقات منو تو اتاق زندونی میکردی. ولی ببین حالا هر دومون عادت کردیم. تا نصف شب تو سینما کار میکنم و عصبانی نمیشی. دیگه از هیچی نمیترسم و شجاعانه میرم جلو مامان جون. حتی ازت دور باشم من بازم قدرتو میدونم مامان جون. ببین من چقدر تغییر کردم؟ راست میگی، این استانبول منم عوض کرد. درزیم وقتی از همدیگه جدا بودیم ارزش خیلی چیزا رو بهتر فهمیدم. مثلا وقتی مریض میشدم فقط میخواستم سوپ شما رو بخورم. البته جز شما کسی دیگه نمیتونه خوب بپزه. یا چه میدونم وقتی صبح بیدار میشدم میخواستم به شما صبح بخیر بگم. موقع درس خوندنم دنبال شیرینی های خوشمزده شما میگشتم. من نمیتونم بدون شما زندگی کنم. به خاطر اینکه یه زندگی خوب داشته باشم خیلی به کمکتون نیاز دارم. واسه همین به یه همخونم نیاز دارم. ماما میشه شما همخونه من بشین؟ دختر خوشگلم عزیزم، معلومه که هم خونت میشم. پاشو دیگه بریم.